همکاری‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی با روسیه هفته هاست مورد توجه و تمرکز دولت آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل هست. موضوع پهپادهای جمهوری اسلامی ایران و ارسالش به روسیه و استفادهش در جنگ اوکراین توسط دولت اوکراین و دولت آمریکا هفته ها قبل تایید شده بود، اما در مورد کمک‌ها و ارسال تسلیحات از سوی کره شمالی به روسیه و استفادهش در جنگ اوکراین هنوز گمانه‌زنی هایی وجود داشت، ولی روز پنجشنبه دولت آمریکا تایید کرد که کره شمالی کمک های تسلیحاتی رو به روسیه فرستاده تا در جنگ اوکراین ازش استفاده بشه. موضوعی که جان کربی مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم تاییدش کرد و گفت این کمک های تسلیحاتی توسط یک شرکت خصوصی نظامی روسی دریافت شده. نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل هم به این موضوع واکنش نشون داد و در بیانیه ای گفت که کمک های تسلیحاتی از سوی جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی به روسیه نفرت برانگیزه. او در همین بیانیه اذعان داشت که این موضوع در جلسات آتی شورای امنیت مطرح خواهد شد، چنانچه روسیه به عنوان عضو دائم شورای امنیت قطعنامه 2231 در مورد جمهوری اسلامی و همچنین تحریم‌های کمیته تحریم‌های شورای امنیت رو نقض کرده. همچنین موضوع نقض قطعنامه 2231 توسط جمهوری اسلامی در شورای امنیت توسط دولت آمریکا به بحث گذاشته خواهد شد، اونطور که نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل لیندا توماس گرینفیلد در بیانیه‌اش ذکر کرده. در این بیانیه همچنین از دفتر دبیرکل سازمان ملل خواسته شده تا یک گروه تحقیقاتی رو به اوکراین بفرستند تا در مورد پهپادهای جمهوری اسلامی تحقیق بکنه و بعد این تحقیقات در دسترس شورای امنیت سازمان ملل قرار بگیره تا بتونن ازش در جلسات شورای امنیت و همچنین نقض قطعنامه 2231 توسط جمهوری اسلامی و روسیه بحث بکنن. به هر حال باید منتظر موند و دید که در هفته های آینده چه موضوعاتی در شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح خواهد شد. مریم رحمتی، استودیو ایران اینترنشنال، نیویورک.